یک فاجعه انسانی، خیلی دپرس شدم. روی سیاه اتحاد، انسان بودن و انسانیت. سلام به یه ویدیو دیگه با من، خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به یه کتابی صحبت کنم که به نظر من خیلی خاصه، اینقدری که اگر بدون هیچ پیش‌زمینه قبلی اونو بخونید به شدت شوکه میشید. در این حال فکر میکنید که خب یه داستان ترسناک بود، یه داستان تخیلی و دارک بود، اما وقتی متوجه میشید که نه، این داستان تراوش شده ذهن نویسنده نیست، یک اتفاقیه که در واقعیت رخ داده، عصبی میشین، خونتون به جوش میاد و حتی ممکنه باز هم نسبت به واقعی بودنش دچار تردید بشین. کتاب آدمخواران نوشته ژان تولی، نویسنده فرانسوی. چند روزه که میخوام بیام و از این کتاب با هم دیگه حرف بزنیم، اما واقعیتش هم کلی حرف برای گفتن دارم، همین که نمیدونم چی بگم و این سردرگمی یکم اذیتم کرده این چند روز، ولی خب دلو زدم به دریا و گفتم بیام یکم با هم دیگه راجبش حرف بزنیم. شما اگر خوندین و از تجربه بعد از خوندنتون توی کامنت ها بهم بگین، و اینکه اگر نخوندینش با اطلاعات کامل برین سراغش، بدونید که براتون مناسب هست یا نه. کتاب آدمخواران نوشته ژان تولی، نویسنده فرانسویه که قبل از این مغازه خودکشی رو نوشته و با همون هم در ایران به شهرت رسید. قبلا راجع بهش صحبت کردیم، اما اگر شما تازه به جمع ما اضافه شدید میتونید از این لینک اون ویدیو رو هم ببینید. این کتاب با اون کتاب خیلی خیلی متفاوته، اینقدری که خیلی جاهاشو اصلا آدم نمیتونه هضم کنه، آدم نمیتونه باور کنه، و میتونم بگم این درجه از وحشیگری واقعا غیر عادی به نظر میرسه. اما خب حقیقت داشته، یک واقعیت خیلی تلخه، یک تاریخ خیلی تلخه، و همین باعث میشه که آدم تن و بدنش بلرزه. خیلی ها این کتاب رو به خاطر معروفیت خود ژان تولی میخونن، خیلی ها از جمله خود من به خاطر معروفیت مغازه خودکشی و علاقه که به اون کتاب پیدا کردن دارن میخوننش. اما حواستون باشه که این کتاب از قبل اسپویل شده هست، یعنی هم اسمش و هم طرح روی جلدش داره داد میزنه که من چی میخوام بگم، چه اتفاقی افتاده، چه داستانی پیش اومده، نتیجه چی شده. پس باید حواستون باشه که اگر روحیه لطیفی دارید، اگر روحیه حساسی دارید، اگر ناراحتی قلبی دارید، اگر ناراحتی اعصاب دارید، این کتاب رو نخونید. این کتاب اصلا برای شما مناسب نیست. اگر هم هیچ کدوم از این مواردی که گفتم رو ندارید، یک فرد خیلی عادی هستید، اما میخواید پروسه کتاب خونیتون رو شروع کنید و فکر میکنید که این کتاب گزینه مناسبیه، باید بگم که اشتباه میکنید، چون که خیلی دارکه، خیلی غمگینه، اصلا یه اتفاقات خیلی وحشتناک و هولناک داره توش میفته، خیلی غم انگیزه و این ممکنه که توی روحیتون تاثیر منفی داشته باشه و شما رو توی تصمیمتون یه مقدار سست کنه. اگر هم میخواین یه هدیه بدید و فکر میکنید که این کتاب چون که خیلی معروفه، نویسندش معروفه، خودش معروفه، حجمش کمه، انتشاراتش معتبره، مترجمش معتبره، قیمتش مناسبه، بله همه اینا رو داره، اما برای هدیه باز هم مناسب نیست، به خاطر اینکه شما سلیقه طرف مقابلتون رو ممکنه ندونید و ندونید که ظرفیت ذهنی و ظرفیت روانی طرف مقابلتون تا چه حده و بتونه اصلا این حجم از خشونت و شکنجهگری رو تحمل کنه یا نه. این کتاب درباره یک واقعه تاریخی در سال 1870 توی فرانسه است، دورانی که ناپلئون سوم پادشاه فرانسه بود. نیمه دوم قرن 19 فرانسه دچار یه سری بحران ها میشه، اما همسایه شرقیش پروس، اگر تلفظش رو درست بگم، در اوج قدرته. بیسمارک رهبر پروس میاد با فرانسه وارد جنگ میشه و طی این جنگ فرانسه شکست میخوره و امپراتوری آلمان به وجود میاد. در دورانی که این جنگ داره اتفاق میفته، توی یک روستایی به نام اوتفای در جنوب غربی فرانسه یک فاجعه انسانی رخ میده.
مردم این روستا که به شدت ناآگاه هستن و تحت تاثیر جنگ هستن، یک کار به شدت غیر انسانی رو انجام میدن که ژان تولی توی این کتاب داره اون ماجرا رو برامون تعریف میکنه. البته اینم بهتون بگم که ژان تولی کلن تهمایه همه کتابهایی که مینویسه دار که اون میاد یه تصویر خیلی مشخص رو توی ذهن خواننده شکل میده، صحنه رو کامل توصیف میکنه، بعد مخاطب رو با داستان درگیر میکنه. معمولا طنز هم قاطی نوشته هاش هست که یه مقدار از سیاهی داستانش کم بکنه و برای خواننده قابل تحمل بشه. اما این کتاب چون تاریخ یک اتفاق واقعی بوده توش دست نبرده، طنزش رو زیاد نکرده. جالبه که بدونین ژان تولی برای اینکه این کتاب رو بنویسه اول مستندات تاریخی رو بررسی میکنه و اینقدر این ماجرا براش وحشتناک بوده باور نمیکنه، تصمیم میگیره که به اون روستا بره و از محلی ها، از نسل بعد از افرادی که این فاجعه رو رقم زدن به عبارتی، پرسجو کنه، سوال کنه ازشون و ببینه جریان از چه قراره. اون اینقدر مردم این روستا رو سوال پیچ میکنه که مردم عصبی میشن از یاداوری خاطراتشون و از یاداوری حماقت‌ها و وحشیگری‌هاشون بیشتر عصبی میشن و آخر سر هم تهدیدش میکنن که اگر یک بار دیگه پاشو به این روستا بذاره به همون سرنوشت دچار میشه. و این به نظر من یک فاجعه است، اینکه بیشتر از 100 سال از این اتفاق گذشته باشه ولی آدما اون خوی وحشیگریشون رو هنوز نگه داشته باشن و بخوان بر علیه بقیه ازش استفاده کنن. و میدونی چی جالبه؟ این که ما آدم ها خیلی وقتا خب خیلی چیزا رو میدونیم، میدونیم اتحاد خوبه، میدونیم همبستگی خوبه، میدونیم که آدمی که مثلا ناامید میشه، آدمی که فقیر میشه دست به هر کاری میزنه، اینا رو توی تئوری و تو زبون هممون میدونیم. اما وقتی که این کتابو میخونیم و میبینیم که در عمل واقعا به چه شکل ممکنه این اتفاقات بیفته، یعنی فقط تا چه حد میتونه یه آدم رو به مرز جنون برسونه، ناامیدی، تبعات جنگ حتی چقدر میتونه روی آدم تاثیر داشته باشه، واقعا تن و بدنمون میلرزه. هممون میدونیم که اتحاد، همبستگی، با هم بودن چقدر خوبه و وقتی که حرفش میاد، حرف از اتحاد میاد، هممون به موفقیت فکر میکنیم، به پیشرفت فکر میکنیم و چیز دیگه ای اصلا تو ذهنمون نمیاد. اما ژان تولی میاد با این داستان روی سیاه اتحاد رو به ما نشون میده، داره به ما نشون میده که اگر آدما با هم متحد بشن اما در جهت منفی، میتونه چه عواقب وحشتناکی به دنبال داشته باشه. و حتی میخواد بگه که قدرت جمع چقدر زیاده، یک جمعیت چقدر میتونه قوی باشه که حتی در جنبه سیاه یک اتفاق باز هم بتونه تأثیر خودش رو بذاره و باعث بشه که آدم ها بدون اینکه از موضوعی اطلاعات خاصی داشته باشن، آگاهی خاصی داشته باشن، بیان کورکورانه دست به اتفاقی بزنن که یک فاجعه رو رقم بزنه. به نظر من این کتاب میخواد بگه جهل آدم ها، ناآگاه بودن مردم وقتی که تحت فشار هستن، وقتی که ناامید هستن، وقتی که دچار فقر میشن، سوادشون پایین باشه و بدتر از اون زمانی که تحت فشار عواقب جنگ باشن، چطور میتونن از یک آدم خیلی ساده و معمولی تبدیل بشن به یک هیولا به معنی واقعی کلمه. این کتاب اولش خیلی خوب شروع میشه. شخصیت اصلی داستانمون که اینجا هم مثل مغازه خودکشی اسمش آلن هست، بیدار میشه، هوا خیلی خوبه، آفتابیه، با پدر و مادرش گپ میزنه، بیرون میره، به مادرش میگه من شب برمیگردم. خیلی خوب شروع میشه. سر یک سوء تفاهم یه سری مردم میریزن سرش که تو چرا این حرف رو زدی؟ اونجا ما به عنوان خواننده عصبی میشیم، میگیم بابا شما چرا جمله رو کامل نشنیدین؟ این بنده خدا اینو نگفت که اونو گفت. ولی مردم اینقدر عصبیان، مردم اینقدر تحت فشار جنگن و اینقدر ناآگاهن، اینقدر جاهلن که اصلا دیگه نمیخوان به خوبیایی که طرف مقابل بهشون کرده فکر کنن، فقط میخوان خودشونو برای امپراتورشون شیرین کنن به امید اینکه یه وعده غذای درست بهشون برسه. و اینجاست که
رنج ما خواننده ها شروع میشه. هر سفری که ورق میزنی رنج پی داره زیاد میشه، میزان عصبی بودن پی داره زیاد میشه. ای بابا چرا اینجوری شد، ای بابا چرا اینجوری شد. و به هر قسمت که میرسی میگی خب دیگه این آخریشه، دیگه تموم شد. ولی وارد فصل بعد که میشی میبینی نه، قبلیه خیلی هم خوب بوده. و برای همینم هم هستش که میگیم این کتاب برای هر کسی و برای هر روحیه مناسب نیست. این کتاب از نشر چشمه است، ترجمه احسان کرم ویسی و 112 صفحه است. اگر تصمیم به خوندن این کتاب بگیرید میتونید خیلی زود تمومش کنید، چون که هم حجمش کمه و هم روند داستان خیلی سریع داره پیش میره، یک سریع بیمنطق. البته من میخواستم آخر ویدیو کل داستان رو تعریف کنم برای اونایی که نخوندنش یا با این حرفا بیخیالش بشن و ترجیح بدن فقط یه خلاصه ازش بدونن. اما چون که این تاریخ بوده و یک اتفاق واقعیه، یعنی یه داستان رو ما تعریف نمی کنیم، ما داریم یه واقعه تاریخی رو روایت می کنیم. به عبارتی ترسیدم که نتونم خوب مفهوم رو بیان کنم و از طرفی به اندازه کافی راجب سیاهیاش گفتیم، راجب ترسناک و وحشتناک بودنش گفتیم، واسه همین ترجیح میدم که دیگه بیشتر از این واردش نشم. واقعا خودتون بخونید، یک تجربه خیلی خوبه و اطلاعات خیلی خوبی هم میتونه بهتون بده. این کتاب هرچی که داره از خودشه، یعنی ژان تولی خب نویسنده است، خیلی راحت میتونسته به عبارتی پیازداغ داستان رو زیاد کنه، ولی ترجیح داده که فقط همون واقعه رو بیان کنه که توی مطالبش هم اغراق نباشه، چون حتی بدون اضافه کردن هیچ گونه مطلبی به اندازه کافی غیر قابل باور هست و نمیخواسته از اینی که هست بدترش کنه. من وقتی این کتاب رو تموم کردم اولش خیلی شوکه شدم، اما بعدش خیلی دپرس شدم، به خاطر اینکه چند تا فکر همزمان اومد سراغم و این فکرها خیلی منو اذیت کرد. یکیش این که آدمیزاد ترسناک‌ترین موجود روی زمینه. این توی جمله خیلی ساده است، ولی وقتی که میبینیم آدم ها چه حرکاتی میتونه ازشون سر بزنه، میتونن چه فاجعه هایی رو رقم بزنن، واقعا بهش ایمان میاریم. یکی دیگه این که اگر یه همچین اتفاقی توی کشور ما میافتاد، سیستم غذاییمون میتونست که درست مثل 150 سال پیش فرانسه برخورد کنه یا نه. و یه چیزی که خیلی ذهنمو درگیر کرد این بود که خب بیشتر از 100 سال از این اتفاق گذشته دیگه، وقتی 100 و خورده سال پیش با امکانات اون زمان مردم تونستن همچین فاجعه وحشتناکی رو رقم بزنن، اگر پاش بیفته الان توی این شرایط و با امکانات امروزی فاجعه چند برابر میتونه وحشتناک بشه. و اینکه بین انسان بودن و انسانیت چقدر تفاوته، که البته ژان تولی هم همینو میخواسته بگه و خیلی قشنگ هم تونسته توصیفش کنه، مخصوصا توی مکالماتشون توی دادگاه زمانی که میخوان محکومشون کنن. سوال و جوابایی که توی دادگاه شده خیلی خوبه، ولی خب من چون داستان رو براتون تعریف نکردم این یه تیکش هم نمیتونم دیگه تعریف کنم، خودتون بخونیدش. ولی واقعا به نظر من کتاب جذابی بود، کتابی بود که خیلی ها میگن نمیتونید زمین بذاریدش، راست میگن، اما نه هر کسی. اگر شرایط خوندنش رو دارید و اگر به داستانهای ترسناک علاقه دارید، اگر تاریخ براتون مهمه و میتونید با اتفاقاتش کنار بیاید، چرا، گزینه خیلی خیلی خوبیه براتون. اما خب خیلی ها این روحیات رو ندارن و ممکنه یا نصفه ولش کنن یا فقط خونده باشن که تموم بشه و اون عذاب وجدان نصفه موندن کتابو نداشته باشن. اما در کل تجربه خیلی خوبیه، حتما بخونیدش و اگر قبلا خوندید توی کامنت ها نظرتون رو برام بیان کنید، ببینیم طرز فکرمون چقدر به هم نزدیکه، شما هم مثل من فکر میکنید یا نه. و اینکه مرسی که حمایتم میکنید، کانالم رو سابسکرایب میکنید و با این کار حمایت خیلی بزرگی ازم میکنید و ممنونم که با لایکتون با کامنتاتون به هم انرژی و انگیزه میدید. ممنون از همراهیتون.